تمام پیامبران فرستادشون برای چی؟ برای که مردم از شرک نجات بدن، از بت پرستی نجات بدن، از قبر پرستی نجات بدن، از این کارهایی که شیطان سر راه مردم میذاره دور کنن. ولی وقتی که به مشرکان چنین چیزی گفته میشد چه میگفتن؟ یعنی این مرض دیرینه. اون موقع میگفتن انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون و یقولون اینا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. خب میگفتند که وقتی بهشون گفته میشد که یک خدا رو بپرستید تکبر میکردن. ای خدا چیه؟ البته این تکبر الان شکل دیگه داره، الان شکل و چیزش متفاوته و میگن که ما خدایان خودمونو خاطر یک شاعر دیوانه چیز کنیم، ترک کنیم. خب با وجود که اینها به یک خدا اعتقاد داشتن ها، یعنی به پروردگار، به خدا اعتقاد داشتن، اینکه خالق عالم یکیه. این آقایان ملحدان اسلام ستیز تو برنامه‌شون هم میگن که بالاخره خدایی هست، خدای نحمدو ما هم اعتقاد داریم بهش. خب و بسیاری از اهل کلام، بسیاری بعضی از متصوفه هم این اداره میکنن. اما اگر کسی خدا رو قبول داشته باشه، حتی اونو منزه هم بدونه، اما اونو عبادت نکنه، گواهی به وحدانیتش نده، اون عبادت نکنه، اون به اون صفاتی رو نده که خود خدا خودش بهش داده، خود خداوند بهش داده، اون واحد نیست، خدا رو نشناخته. اله به معنی معلوب، به معنی معبود، به معنی معبود راستین، نه اینکه به معنی سانه. معنی سانه رو جوجه متزله ها از فیلسوفان یونان گرفتن، دوزیدن آوردن داخل اسلامش کردن و